آغاز سال تحصیلی 1400-1401 فرزند شهید سرفراز محمد هادی نریمانی پدر بزرگوارشون در 29 سالگی به شهادت رسیدند زنگ آغاز سال تحصیلی رو با کسب اجازه از آقای رئیس جمهور به صدا در میارن به برکت سلوات بر محمد و آل محمد سلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله على سیدنا و محمد و آله السلام على الحسين و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ایام اربعین حسینی رو تسلیت عرض کنم یاد شهدای عالی قدر به ویژه شهدای فرهنگی چهل هزار شهید بزرگوار معلم و دانش آموز رو گرامی می‌دارم، به ارواح نورانیشون درود می‌فرستم. یاد رزمندگان عزیز و جهادگران با اخلاص مدافعان ارزش های الهی در کشور رو در هفته دفاع مقدس گرامی می دارم و امیدوارم روحیه بسیجی جهادی همواره در بین مدیران مسئولان مردم ما گره مشکلات کشور باشه ان الله آغاز سال تحصیلی 1400 و 1401 رو و بازگشایی مدارس رو در این ایام به فال نیک میگیرم امید است با تلاش وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان عزیز دانش آموزان گرام و از همه مهمتر خانواده های معزز و اولیاء بزرگوار انشالله سال تحصیلی جدید سال مبارکی باشه برای معلم و دانش آموز و مجموعه عظیم آموزش و پرورش و برای همه خانواده های گرامی و اولیاء عزیز دانش آموزان ابتدای سخن یاد بکنم از دانش آموز عزیزی که با مسئولیت پذیری و خطر کردن جان دو نفر رو نجات داد و جان خودش رو به خطر انداخت آقای علی لندی دانش آموز ای که نشان داد که دانش آموخته در مکتب دفاع مقدس در مکتب از خودگذشتگی و ایثار است و از همه دانش آموزان و معلمان و حاضرین جلسه میخوام که یه همدوسوره برای این عزیز قرائت کنم روحش شاد و انشاءالله که با شهید بزرگوار شهید فهمیده و با همه شهدای دانش آموز عزیز و معلمان عزیز شهید محشور بشه انشاءالله اون چه همه شما ها می دونید و اون چه از آموخته های نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان معلم اول بشریت همه ما آموختیم آن است که هدف از آفرینش انسان تعالی است رشد کمال بندگی و قرب و نزدیکی به خداوند متعال هدف از آفرینش انسان آن است که انسان تربیت بشه این انسان یاد بگیره هم تعلیم هم تربیت به عنوان هدف اساسی آمدن انبیا و معلمان بشر و آوردن کتب آسمانی برای این است که انسان مسیر تعلیم و تربیت رو بپیماید آموزش و پرورش آموزش و پرورش جایگاه ویژه دارد در زندگی بشر و دو نهاد که مکمل دیگران اولین نهاد نهاد خانواده است و دومین نهاد نهاد مدرسه است مدرسه بسیار جایگاه مقدسی است شرافت داره مدرسه مدرسه باید با جاهای دیگه فرق میکنه ادارات و سازمان ها و جاهای مختلفی هست اما هیچ جا مدرسه نیست مدرسه فقط آموزشگاه نیست کما اینکه خونه فقط خوابگاه نیست خونه محل استراحت هست اما اساس این است که خونه محل رشد و کمال انسانه کما اینکه مدرسه محل اندیشه ورزیه یعنی محلی است که انسان در مدرسه اندیشه او بارور میشه و یاد میگیره مدرسه خیلی تقدس داره بچه ها اگر که دوران دبستان تموم شد دوران دبیرستان آغاز شد دوران دانشگاه اومد باز هم وقتی که از هر کوی و برزنی به مدرسه دوره ابتداییتون برمیخورید با یک تقدسی نگاه میکنید میگید عجب جایی اینجا میدونی من در اینجا پرورش پیدا کردم تا شدم یک استاد دانشگاه شدم یک مهندس زبرده است تا شدم یک فرد اثرگذار در جامعه مدرسه باید همواره تقدسش رو حفظ کرد و بسیار مهمه مدرسه مکمله و مقوم نهاد خانواده است لذا باید به مدرسه اندیشید هم به مدرسه فردا هم به فردای مدرسه به هر دو باید توجه کرد اندیشه کردن برای اینکه مدرسه در چه جایگاهی قرار بگیره که محور در این آموزش و در این پرورش معلم است و امروز شعن و منزلت معلم باید حفظ بشه معیشت معلم باید مورد توجه قرار بگیره هویت معلم به عنوان جایگاه تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرار بگیره و سخن از طرح طبقه بندی ناظر به همه این هاست یکی از بحث, های اون مسئله معیشت هست. همه بحث اون معیشت نیست ارتقاء جایگاه معلمان مورد توجهه. شعن و منزلت معلمان مورد توجهه. کیفیت پیدا کردن کار تعلیم و تربیت مورد تاکید و توجه همه اینها مورد تاکید و توجه هست نه یک بخش خاصی. ولذا مدرسه رو باید ستون همبستگی و نظم اجتماعی دانست. جایگاه بسیار مهمی است مدرسه. ما قدر مدرسه رو در ایام کرونایی دانستیم. همه چه جای خوبی چه محل همبستگی و ارتباط بین معلم و دانش آموز و بین مدرسه و خانه و بین خانه و مدرسه و همه لایه های اجتماعی و من اینجا باید سمیمانه از زنان و دختران این کشور به صورت خاص تشکر بکنم که نقش معلم را در خونه داشتن کمک کردن به این شبکه شبکه شاد و حقیقتا در این دوران کرونایی باید از همه معلمان از همه دانش آموزان به مادران و خواهرانی که در خونه نقش معلمی داشتن و نقش ایفا کردن تقدیر باید کرد بسیاری نشون داد که کشور داره خانه داره برای اینکه نقش معلمی داشته باشه همواره باید این ظرفیت محترم شمرده باشه و و همواره باید ارتقا پیدا کنه لازم است با توجه به محوریت مدرسه و محوریت آموزش و پرورش در کشور همه دستگاه ها و نهادها به آموزش و پرورش کمک کنند نهاد رسانه نهاد اقتصاد نهاد فرهنگ و همه نهادها و همه دستگاه ها باید به آموزش و پرورش برای این که آموزش دهد و پرورش رو در جامعه اجرایی بکنه باید کمک کنن همه دستگاه ها موظفن در خدمت آموزش و پرورش باشن و من اینجا عرض بکنم خدمت شما دانش آموزا خدمت شما علم خدمت شما مدیران و بخش های ستادی هزینه کردن در آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه گذاری در کشور هزینه محسوب نمیشه نباید که انداخت چقدر با آموزش و پرورش هزینه کردیم این یک سرمایه گذاری بزرگ برای آینده کشور و یا برای آینده سازان برای بچه هایی که میخوان آینده این کشور رو رقم بزنن و لذا باید به همه عزیزان عرض بکنم که توسعه کشور در گروه توسعه آموزش و پرورش کشوره توسعه کشور در پرتو توسعه مهارت ها در کشوره انسان های با مهارت پرورش پیدا کنن تو جامعه بخوان ایفای نقش کنن با مهارت خیلی مهمه و در این رابطه باید گفت عدالت آموزشی نقش مهمی داره هیچ کس نباید به خاطر فقر از تحصیل و آموزش باز بماند هیچ کس دولت باید امکانات در اختیار بگذاره به نحوی که تمام افراد در جامعه بتونن از آموزش علم فضایی و معرفت فضایی بهره بشن فقر و نداشتن نباید موجب بازماندگی از علم و آموزش بشه لذا عدالت آموزشی امر بسیار مهم نیست که باید مورد تاکید و توجه قرار بگیره من برای اینکه سخنم طولانی نشه عرض بکنم که اینجا مسئله آموزش و پرورش و وضعیت و شرایطی که اکنون دارد باید دقیق مورد توجه قرار بگیره یعنی وضع موجود گزارش شناخت چه وضعی داریم الان و بعد گامه های اساسی در جهت تحول در آموزش و پرورش و مدرسه برداشته بشه با اجرای سند تحول در آموزش و پرورش این سند بالادستی پیش روی همه است سند تحول آموزش پرورش باید بیاد تو بخش های مختلف اجرایی بیاد بشه تحول در مدرسه اگر تبدیل نشه سند تحول آموزش پرورش به سند تحول در مدرسه اجرایی نخواهد شد با بخش ستادی و یک اداره کل و یک معاونت و یک سازمان تحول اتفاق نمیفته بله ستاد باید پیگیری تحول رو بکنه اما اصل تحول باید در مدرسه اتفاق بیفته و باید مدرسه ما تحول محور باشه و چهره های تحولگرا میتونن تحول ایجاد بکنن مگر میشه کسی که خودش تحول رو یا قبول نداره یا انگیزه نداره یا اندیشه تحولی نداره از او خواست تحول ایجاد بکنه اولین شرط برای ایجاد تحول چهره های تحولگرا هستن باید چهره های تحولگرا رو به کار گرفت در بخش های مختلف معلم تحولگرا میتونه تحول ایجاد بکنه سند تحول سند تحول آموزش پرورش که مصوب باید همه نسبت به او پایبند باشند و این سند ارزشمند اجرایی بشه و هر سال تحصیلی که میگذرد یه گزارش عملکرد داده بشه که چند درصد از این سند اجرا شده و چند درصد مونده و چرا مونده چرا اجرا نشده یه گزارش کاملی و هم به معلمان هم به ستادهای مختلف آموزش و پرورش داده بشه که چرا این کار مواجه با توقف شده به نحوی که همه بدانن سند تحول امروز مستند همه اقدامات تحولی در آموزش و پرورش است من در پایان سخن میخوام یک سوالی رو از دانش آموزان عزیز بپرسم که پاسخش تو از همه داشته باشم چه در شبکه شاد و چه در مکتوبات و نوشته های بچه ها در سراسر کشور شما میدونید که ما دولت سیزده رو با یک شعار شروع کردیم ایرانی قوی سوال ایران قوی دارای چه ویژگی هایی است میخوام بگیم ایران قوی دیگه میخوایم شکل بدیم ایران قوی چه ویژگی هایی داشته باشه میشه ایران قوی دوم نقش شما در شکل گیری ایران قوی چیست این سوال بنده است از همه دانش آموزان عزیز در سراسر کشور انشاءالله با کمک شما آینده سازان با کمک همه معلمان و مربیان پرتلاش بتونیم ایرانی قوی را رقم بزنیم انشاءالله من سمیمانه از سرپرست محترم وزارت آموزش آقای دکتر کازمی از معاونین محترم ایشان که حقیقتا با تلاش شمانورزی تلاش کردن اول مهر ما و سال تحصیلی ما بتونه آغاز بشه تقدیر و تشکر میکنم آغاز سال تحصیلی ما دوست داشتیم که هم شبکه شاد و فضای مجازی بتونه فعال بشه آموزش مجازی هم آموزش حضوری بتونه فعال بشه و الان هم با همین شرایط میخوایم شروع کنیم سال تحصیلی جدید رو هم آموزش مجازی و هم آموزش حضوری بچه های عزیز من توجه کنن ما میخوایم شروع کنیم هم با آموزش مجازی هم با آموزش حضوری اما ممکنه بعضی جاها به دلیلی که تعداد دانش آموز زیاده امکان حضور همه دوستان و عزیزان نیست اون جاها ما با شبکه مجازی شروع میکنیم بعضی از روزها رو حضوری خواهد بود و بعضی از کلاس ها ولی میره به طرف آموزش حضوری انشالله یعنی تمام بخش های آموزش پرورش باید برن به طرف آموزش های حضوری ما نباید افت تحصیلی پیدا کنیم افت تحصیلی برای آینده کشور بسیار مزره افت تحصیلی خدای نکرده ترک تحصیل کردن بعضی از دانش آموزان وقتی زیاد طول کشید این وضعیت ممکنه بعضی ها بگن که اصلا برای چی تحصیل لذا ما ترک تحصیل و افت تحصیلی رو به هیچ عنوان نمیپسندیم بلکه باید نشاط شادابی حیاهوی تو مدرسه همچنان به گوش شنیده بشه این حیاهوی تو مدرسه بچه ها میدونید چقدر زیباست و چقدر شنیدنش دلنشینه برای همه این حیاهو دوباره باید انشالله شروع بشه تو مدرسه حضور معلمان عزیز حضور دانش آموزان باید نشات بده به مدرسه ها منتاج اگر کلاسی تعداد دانش آموز به نحوی بود چون سیانت از جان دانش آموزان و معلمان برای ما یه وظیفه است امروز به همدلله شرایط طوری شده که معلمان همه واکسینه شدن واکسیناسیون عمومی توسعه پیدا کرده حتی دانش آموزان عزیز اما ما هنوز مونده تا اینکه تمام رو بتونیم در واقع واکسینه کنیم یه مدتی ممکنه چند روز دیگه طول بکشه البته ما ظرف چند روز آینده انشالله اکثر افراد عزیز مردم ما یعنی هفتاد درصد در واقع میرسیم یعنی امروز روز شنبه است فکر میکنیم تا سه چهار روز دیگه میرسیم و هفتاد درصد واکسیناسیون عمومی اما باز هم ما باید تلاشمون رو افزون کنیم انشالله معلم واکسینه شده کسانی کسایی که با بچه ارتباط دارن اولیاشون اکثرا در رابطه واکس... واکسیناسیون عمومی واکسینه شدن حتی کسانی که با بچه ها ارتباط دارن مثل راننده اونها مثل کسانی که ارتباط دارن خدمتگزاران مدرسه و همه اما با همه این حرف باز هم باید سیانت از جان بچه ها و سیانت از جان معلمان مورد توجه ما باشه لکن من از آموزش پرورش میخوام انشالله ببرن شیب رو به طرفه آموزش های حضوری اما با رعایت اصول بهداشتی و رعایت مقرراتی که در رابطه با آموزش پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیره از عزیزان در این مدرسه و مدیر مدرسه معلمان عزیز از دانش آموزان گرامی اولیای عزیز از همهشون از اصحاب رسانه که تلاش کرده امروز برای اینکه پوشش بدن این مراسم رو کمال سپاس و تشکر رو دارم و سلام علیکم و رحمت الله